بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تقاضای وزیر کشور پاکستان مبنی بر لغو روادید زائران پاکستانی در دیدار با یک هیئت عراقی. تهدید تمامی بناهای قدیمی و جدید در خطر فرونشست زمین در اصفهان. تکمیل فاز اول پروژه بازسازی جاده کربلا بغداد. و سازمان ملل خواستار اقدام فوری در سودان شد. وقت شما بخیر. وزیر کشور پاکستان در دیدار با یک هیئت عراقی خواستار معافیت شهروندان این کشور از صدور روادید برای سفر به عراق شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در دیدار با یک هیئت عراقی خواستار معافیت اتباع پاکستانی از صدور ویزا شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، روزنامه پاکستان ابزرور در گزارشی اعلام کرد در این دیدار موضوعات مورد علاقه مشترک از جمله عدم اخذ ویزا از زائران پاکستانی در عراق و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عراق و پاکستان در این دیدار همچنین بر جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان تاکید کردند. وزیر کشور پاکستان در این نشست با تاکید بر اینکه پیشنهاد عدم اخذ ویزا از زائران پاکستانی که به عراق سفر می‌کنند نیاز به اقدام فوری دارد افزود، امید است که دولت عراق به زودی تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند. آموزش پلیس عراق در پاکستان و همکاری در پروژه شهر امن و تقویت همکاری‌های متقابل برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان نیز در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فرمانده یگان واکنش سریع عراق در این نشست قول مساعد داد که در مورد عدم اخذ ویزا از زائران پاکستانی با دولت عراق گفتگو کند. وی همچنین از در نظر گرفتن برخی از تسهیلات از جمله فراهم شدن ورود بدون روادید شهروندان عراقی از سوی دولت پاکستان که به زودی اجرایی خواهد شد خبر داد. گفتنی است که ده ها هزار مسیری 17 روزه را برای شرکت در مراسم بزرگداشت 40 امام حسین علیه السلام با طی کردن کیلومترها راه در کشور خود و سپس فرسنگ‌ها راه از طریق خاک ایران به سمت عراق آغاز می‌کند. توفیق زیارت سرور و سالار شهیدان را به دست آورند. سفری طولانی همراه با مشقت‌ها و سختی‌های بیشمار که با انگیزه ابراز وفاداری و محبت به امام حسین و خاندان پاک اهل بیت علیهم السلام صورت می‌گیرد و تمامی سختی‌های آن را برای شیعیان مخلص و وفادار پاکستانی شیرین جلوه می‌نمایاند تا بتوانند خود را به صحن و سرای مولای خود برسانند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده حمله تروریستی به غیر نظامیان بیدفاع در موگادیشو پایتخت سومالی را به شدت محکوم کرد و بر لزوم بازنگری مقامات سومالی در طرح‌های امنیتی برای تضمین حفاظت از مردم بیگناه در برابر این حملات وحشتناک تاکید کرد. این سازمان در بیانیه‌ای اظهار داشت این حمله شواهد جدیدی از افزایش تهدید تروریستی و فعالیت فزاینده گروه‌های افراطی است که به دنبال بی‌ثبات کردن کشور و تهدید جان غیر نظامیان هستند. سازمان مسلمان آزاده از مقامات سومالی خواست تا گام‌های مؤثری برای مبارزه با ایدئولوژی افراطی
و انهدام هسته‌های تروریستی بردارد. سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 28,000 نفر طی ساعات گذشته از سیل در استان هجه در شمال غرب یمن آسیب دیدند. در بیانیه این سازمان آمده است که شب گذشته بیش از 28,000 نفر در 4 شهر استان هجه از سیل آسیب دیدند. صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره کرد که تیم‌های واکنش فوری سازمان ملل به ارزیابی و تعامل با این رویداد ادامه می‌دهد. این صندوق اعلام کرد که تاکنون به بیش از 4,112 خانواده کمک فوری شده است. مقامات پاکستان اظهار داشتند در اولین سالروز بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور، هزاران نفر از حامیانش در تظاهراتی در شمال غرب این کشور خواستار آزادی فوری او شدند. گفتنی است روز گذشته هزاران نفر در شهر سوابی در ایالت ناآرام خیبر پختونخوا که تحت حاکمیت حزب تحریک انصاف پاکستان PTI به رهبری عمران خان قرار دارد، برای آزادی او تظاهرات کردند. شاین ذکر است این اعتراض بخشی از کمپین اپوزیسیون مخالف با هدف تحت فشار قرار دادن حکومت نخست وزیر فعلی شهباز شریف برای آزادی بدون قید و شرط عمران خان از زندان صورت گرفته است. و خبری از قاره اروپا، گارد ساحلی یونان روز گذشته اعلام کرد که 75 مهاجر را از دریای مدیترانه نجات داده است. گارد ساحلی بدون اشاره به ملیت‌ها یا مبدأ حرکت این مهاجران گفت آنها سوار بر یک قایق بادبانی در جنوب غربی شهر ساحلی پیلوس بلوپونز بودند و به بندر کالاماتا منتقل خواهند شد. شاین ذکر است پیش از این نیز در جوانه 2023 یک کشتی که بیش از 750 سرنشین داشت در جنوب غربی ساحل پیلوس غرق شد. در آن حادثه 104 نفر زنده ماندند اما بیش از 600 نفر کشته شدند. بینندگان گرامی، در رابطه با خبر پاکستان، خبر اولمون ببخشید میزبان جناب افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد هستیم. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. بنده نیز سلام دارم خدمت شما استاد گرامی و همچنین بینندگان محترم شبکه موسون الاسلام. در خدمتم است. ممنونم، زنده باشید. جناب افضل رضا، با توجه به اینکه تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات زائران پاکستانی از جمله ویزای رایگان جهت حضور در زیارت اربعین شده، این تلاش‌ها تاکنون به چه نتایجی منجر شده؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه دوباره شاهد سختگیری ها و دشواری های پیش روی زوار شریف اربعین در پاکستان هستیم که از این به صورت متوالی از 2-3 سالی هستش که این سختگیری ها شروع شده و گاهن بعضا مشاهده شده که به دلیل این سختگیری ها زوار عزیز دیر میرسن به کشور عراق و کما اینکه ما شاهد هستیم که بعضی حتی روز 20 صفحه صبح اربعین به کربلا یا نجف میرسن. امسال هم شاهدن همین مسائل هستیم، علارغم اینکه دولت پاکستان طی چند هفته اخیر مذاکراتی با سفیر محترم عراق در اسلام آباد داشت و اخیرا یک هیئت نظامی امنیتی از کشور جمهوری عراق در اسلام آباد به ریاست فرمانده کل نیروی تکاور جمهوری عراق مذاکرات وزیر کشور داشتن، دوباره وزیر پاکستانی از طرف‌های عراقی درخواست می‌کنه که مثلا آقا سختگیری کم بشه و اینکه حداقل امکان
گذرنامه های زوار پاکستانی ازشون گرفته نشه، چون که سال گذشته ما داستان هایی داشتیم به قول گزارش های رسمی هم از سوی پاکستانی هم از سوی مسئولان محترم عراقی که نزدیک به 30-40 هزار گذرنامه مثل این که رو دستشون مونده و بیم اون میره که عزیزان دارندگان صاحبان این گذرنامه در عراق به سبب پاکستان برنگشتن. البته بنده اینو لازم به ذکر میدونم که تا زمانی که این درخواست ها در سطح وزیر خارجه پاکستان به نخست وزیر این کشور با طرف های محترم خودش در عراق مطرح نشه، من فکر نمی کنم بشه حل این موانع رو برداشت. هرچند آقای وزیر کشور در پاکستان است مقام اجرایی مهمی هستند، ولی به نظر من دولت محترم عراق به دنبال ضمانت‌های قوی‌تری هستش که اگر بخوان روانسازی بکنه در صدور روابط و تسهیل بکنه رفته آمد زوار پاکستان به این کشور، باید مقام‌های عالی رتبه پاکستان هم تضمین بدن که این عزیزان میان برای زیارت اربعین مشرف میشن و در زمان موعد کشور عراق ترک کرده و به کشور خودشون باز میگردن. با توجه به اینکه صدور روادید عراق فعلا تحت روند همون اول گرفتن مجوز از بغداد و به صورت صدور الکترونیک میباشد، بعضی از مسئولانی که در خصوص صدور روادید برای زوار فعالیت دارن میگن که پیش بینی میکنن که تا روزهای آینده صدور روادید به سیستم کفاله تغییر پیدا کنه، یعنی اینکه دیگه نیازی به صدور مجوز از بغداد نیست و سفارت محترم عراق میاد به این زوارا بدون هیچ گرفتن مجوز پیش مجوز از بغداد بهشون ویزا صادر میکنه و هزینه ها کم میشه، ولی ممنونم. با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. داده‌های پژوهشی نشان می‌دهد استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی و خشکی زاینده رود فرونشست‌های گسترده زمین در اصفهان را به مرحله بحرانی رسانده، تا آنجا که نه تنها بقای آثار تاریخی و باستانی که حیات اجتماعی مردم نیز با خطر مواجه شده است. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. پژوهشگر بنیاد نخبگان اصفهان میگوید اصفهان شهری که خاستگاه تمدن‌های بزرگ بود حالا دارد خالی از سکنه می‌شود. داده‌های پژوهشی نشان می‌دهد استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی و خشکی زاینده رود فرونشست‌های گسترده زمین در اصفهان را به مرحله بحرانی رسانده، تا آنجا که نه تنها بقای آثار تاریخی و باستانی که حیات اجتماعی مردم نیز با خطر مواجه شده است. سجاد انتشاری، پژوهشگر زاینده رود و دبیر گروه اندیشه ورز آب بنیاد نخبگان اصفهان، افزایش مهاجرت‌های اقلیمی از این شهر را در پی فرونشست‌های سال‌های اخیر تایید کرد و گفت خشکی زاینده رود نه تنها بر زندگی مردم اصفهان و اقتصاد استان به ویژه در بخش کشاورزی تأثیر مستقیم گذاشته که تمدن هزاران ساله این منطقه را نیز نشانه گرفته است. این پژوهشگر بنیاد نخبگان اصفهان به ترک‌های حاصل از فرونشست در بناهای تاریخی از جمله سیاسه پل و پل خواجو اشاره کرد و گفت بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برخی نقاط اصفهان سالانه 18 سانتی متر فرونشست کردند. نکته مهم این است که شمار قابل توجهی از آثار و بناهای تاریخی و باستانی اصفهان در کانون فرونشست زمین قرار دارند. پیشتر نیز کارشناسان میراث فرهنگی هشدار داده بودند که بحران فرونشست بناها و محوطه‌های تاریخی اصفهان را در معرض خطر تخریب قرار دادند، ولی حالا پژوهشگر بنیاد نخبگان اصفهان تاکید می‌کند که حتی خانه‌های نوساز این شهر نیز از بحران فرونشست در امان نیستند. دبیر گروه اندیشه ورز آب بنیاد نخبگان اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفت بحران خشکی زاینده رود حالا صرفاً بناهای تاریخی را تهدید نمی کند، بلکه تمدن اصفهان با تمام میراثی که در اطراف زاینده رود شکل گرفته در حال از بین رفتن است، به طوری که ما با پدیده مهاجرت مردم اصفهان به شهرهای شمالی و حتی یزد و تهران مواجهیم.
وی با تأکید بر اینکه مردم اصفهان دیگر به زندگی در این شهر طی سالهای آینده امیدی ندارند گفت شهری که روزگاری تمدن‌های بزرگ آنجا بروز و ظهور کرد و عناصر فرهنگی و آثار درخشان جهانی دارد حالا کم کم خالی از سکنه می شود. این پژوهشگر حوزه آب مدیریت مصرف در بالا دست و پایین دست رودخانه زاینده رود، کنترل برداشت‌های زیرزمینی، کوتاه کردن دست صنعت از رودخانه و اصلاح الگوی کشت را راهکارهای نجات اصفهان از بحران کنونی و بازگشت حیات اجتماعی به این شهر دانست. پیش از این نیز علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله و فرونشست مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی اعلام کرده بود که بیش از 285 اثر تاریخی اصفهان از جمله مساجد تاریخی و محوطه‌های باستانی در پهنه فرونشست زمین قرار دارند و خطر تخریب آنها را تهدید می‌کند. از مهندس بابک مرادی‌فر کارشناس محیط زیست و شبکه‌های آبیاری و فعال حقوقی سیاسی از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مهندس سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. عرض درود و ارادت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و سپاس بابت برنامه خوبی که تهیه کردید. ممنون، زنده باشید. آقای مهندس، همه روزه از پدیده فرونشست در نقاط مختلف ایران اخباری به گوش می رسد. حال هم از اصفهان خبر رسیده که دیگر نه بناهای قدیمی و نه جدید قابل اعتماد نیستند و برخی از شهروندان اصفهانی راه مهاجرت را برگزیدند. چه راهکارهایی برای مقابله با این پدیده وجود داره؟ بفرمایید. سپاسگزارم از همکارتون بابت برنامه خوبی که در واقع قبلش پخش شد و جمع‌آوری کرده بودن اطلاعات رو. سال‌هاست که در واقع کنشگران محیط زیستی و مهندسین حوزه آب دارن هشدار میدن به اتفاقی که امروز میبینیم در واقع دیگه به صورت گسترده داره در سراسر ایران اتفاق میفته. سال هاست که بحث فرونشست زمین مطرح هستش. سال هاست که نگرانی تمامی در واقع فعالین این حوزه شنیده نشد و صداشون شنیده نشد. سالهایی که بی‌رویه چاهایی زده شد در این کشور. سالهایی که میبینین هر کسی با یک رابطه‌ای با یک ضابطه‌ای میاد یک چاه عمیق میزنه بدون هیچ کنترلی در دبی خروجی اون و در این فضایی که میبینیم آب نیست و آبخانهای ما در واقع دچار بی آبی شدن و سدهای بی رویه‌ای که زده شده و اونور در واقع پشت این سطح ها ما با یک تبخیر زیاد آب مواجهیم. جایی که از حساب پسندازمون یعنی همون آبای زیرزمینیمون بی رویه استفاده کردیم تا جایی که 90% آب مصرفی ما در حوزه کشاورزی فقط داره در واقع مصرف میشه. جایی که میان صنایع رو دور از در واقع دریاها و آبها در فلات مرکزی میسازن و جایی که باید اینها کنار آب در واقع ساخته میشد و مجبور میشن برای اونها آب ببرن و کلی تونل آب پخش و مسیر و هزینه و خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ و و و و تمام اینها دیده نمیشود. میان به 4% مصرف خانگی در واقع گیر میدن و باز هم مردم رو اونجا مقصر جلوه میدن که شما مقصرین به واسطه این 4%. واقعیت این استش که سالهاست که داره صحبت میشه راجب راهکارهایی که جلوی این رو در واقع بگیرن، جلوی این فرونشست رو بگیرن. یک مقطعی شروع شد، چاهک‌هایی رو در واقع زدن به عنوان یک کاری که میتونه به صورت کوتاه مدت جواب بده، یعنی بیان در یک چاهایی رو در فلات مرکزی در جاهایی که ریزش باران هست در مناطق کوهستانی به عمق‌های مختلفی بزنن که این بتونه در واقع اون پسنداز ما رو اون در واقع لایه‌های زیرین ما رو غرقاب کنه و اونجا ما شارژ بکنیم آبای زیرزمینی. یک مقطعی انجام شد بکنم 2-3 ماه و بعد هم تعطیل شد و عملاً وضعیتی است که امروز دارید. ممنونم. با تشکر از مهندس بابک مرادی‌فر کارشناس محیط زیست و شبکه‌های آبیاری و فعال حقوقی سیاسی از تهران که دعوت ما را پذیرفتند. اداره پروژه‌های مهندسی و فنی حرم مطهر حسینی از تکمیل فاز اول پروژه بازسازی جاده اصلی اتصال استان کربلای معلا به بغداد به ویژه در بخش الوند تا اسکندریه خبر داد. گفتنیست این بازسازی به منظور بهبود زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر به زائران میلیونی اربعین حسینی انجام شده است.
سجاد المعمار ناظر این پروژه در بیانیه گفت فاز اول این پروژه شامل آسفالت خیابان به مساحت 200,000 متر مربع بود. وی در ادامه تاکید کرد که جاده آماده پذیرایی میلیونی از زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است که برای زیارت میلیونی اربعین به سمت شهر مقدس کربلا روانه می شود. شاین ذکر است این جاده همچنین پیشرفت های زیادی از جمله نصب علائم راهنمایی و رانندگی را در بر خواهد داشت. المعمار در پایان تاکید کرد که حرم مطهر حسینی با انجام این گونه پروژه ها به دنبال ارائه بهترین خدمات به زائران و اطمینان از آسایش و امنیت آنها در سفر به شهر مقدس کربلا می باشد. و خبر پایانی امشب، با تایید وضعیت قحطی در بخشی از دارفور سودان، مدیر کل آژانس غذای سازمان ملل خواستار اقدام فوری و کمک به این کشور شد. مدیر کل آژانس غذای سازمان ملل طی اظهاراتی گفت ما به اقدام فوری و هماهنگ نیاز داریم تا از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنیم. وی در ادامه گفت شرایط قحطی در بخشی از دارفور تایید شده است. در همین راستا فاو، آژانس خاربار و مواد غذایی سازمان ملل خواستار توقف فوری خصومت ها، افزایش سریع مواد غذایی، تغذیه و کمک های نقدی و کمک های اضطراری به بخش کشاورزی و مردم این کشور شد. کو دوگینو، مدیر کل فاو در ادامه افزود ما زنگ خطر را در مورد این فاجعه قریب الوقوع به صدا درآوردیم، اما به دلیل درگیری های مداوم و عدم دسترسی به کمک های بشر دوستانه این جوامع هنوز حمایت فوری مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تقاضای وزیر کشور پاکستان مبنی بر لغو روادید زائران پاکستانی در دیدار با یک هیئت عراقی. تهدید تمامی بناهای قدیمی و جدید در خطر فرونشست زمین در اصفهان. تکمیل فاز اول پروژه بازسازی جاده کربلا بغداد. و سازمان ملل خواستار اقدام فوری در سودان شد. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.